دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید تو این جلسه میخوایم با هم دیگه یه مثال دیگه از مبحث تعیین علامت حل بکنیم مثال این جلسه اینه ایگر برابر با دو ایکس به اضافه یک ضرب در ایکس منهای دو رو به ما دادن و از علامت ایگر رو به ازای یکس های مختلف حساب کنیم میدونم که دیگه این بار تعجب نمی کنید که بابا ما دیگه اینجا تعیین علامت دو جمله درجه اول نیست اینجا دو تا دو جمله درجه اولی که ضرب داره هم دیگه و تعیین علامت بکنیم حاصل ضربشون رو بله چون اگر ما بتونیم دو تا عامل ضرب رو علامتاش رو تعیین بکنیم میتونیم علامت حاصل ضرب رو هم تعیین بکنیم و چون دو تا عامل ضرب اینجا هر کدوم یه دو جمله یه درجه اول هستن که من اسمشون رو ایگرگ یک و ایگرگ دو میذارم ما اگر علامت ایگرگ یک و علامت ایگرگ دو رو داشته باشیم میتونیم بگیم که علامت ایگرگ کلیمون که حاصل ضرب ایگرگ یک و ایگرگ دوه چیه؟ خب از شروع میکنیم باشه؟ ایگرگ یکمون برابر دو ایکس به اضافه یک و این برای تعیین علامت اولین قدمی که باید برداریم چیه بچه ها؟ درسته باید ریشش رو تعیین بکنیم واقع برای به دست آوردن ریشه دو ایکس به اضافه یک باید برابر صفر باشه در چه ایکس برابر بر منفی یک دو باشه برای تعیین علامت یک دو اولین قدمی که برداریم باید ریشه رو تعیین بکنیم که در نتیجه برای به دست آوردن ریشه ایکس منهای دو رو برابر بر صفر قرار میدیم در چه ایکس باید برابر بر دو باشه خیلی خوب مثل همیشه جدول تعیین علامت که یار غار این های ماست میکشیم بچه بچه‌ها ایکسمون و تعین علامت y یک را اول میکنیم y یک مون برابر دو x به صافی یک چون ضریب xمون توی y یک مثبت و دوه پس به اعضای x های کوچکتر از ریشه یعنی ایکس های کوچکتر از منفی یک دوم دو علامتش منفیه و به اعضای x برابر با منفی یک دوم دو صفره و به اعضای x های بزرگتر از منفی یک دوم دو مثبت خب بچه حالا میخوایم ایگرگ دو رو تعیین علامت بکنیم ایگرگ دو برابر با ایکس منهای دو ریشه ایکس منهای دو دوه و چون دو از منفی یک بزرگتره پس باید در سمت راست جهت ما قرارش در سمت راست بخش منفی یک دوم قرارش بدیم که یه جایی مثلا اینجا درسته بچه ها؟ من طبق معمول دوباره این خط قرمزم رو کوتاه کشیدم نمیدونم چرا همیشه کوتاه میشه ایگر دومون به ازای x برابر دو مقدارش صفره به ازای x های کوچکتر از دو چون ضریب x که یک مثبت x علامت y منفیه و به, به ازای x های بزرگتر از دو علامتش مثبت برای اینکه جدولمون کامل بشه باید تکلیف علامت این نقطه رو تعیین کنیم یعنی باید بگیم که به ازای x های بزرگتر از دو من فکر کنم شما نمیتونید x های بزرگتر از دو علامت y چیه گفتیم که یک به ازای ایکس های بزرگتر از منفی یک دوم علامتش مثبته و چون ایکسی که بزرگتر از دو باشه حتما بزرگتر از منفی یک دوم هست در این قسمت علامت ایگر یکمون هم مثبت خب حالا میرسیم سراغ تعیین علامت ایگر که حاصل ضرب این دوتا یک یک و یک دو بود که برابر با دو ایکس به اضافه یک ضرب در ایکس منهای دو وقتی یه عدد منفی ضرب در یه عدد منفی میشه اون عدد مصبت. حاصل ضربشون مثبت وقتی که عدد مثبت ضرب در یه عدد منفی میشه حاصل ضرب منفی و وقتی که دو تا عدد مثبت ضرب در هم دیگه میشن حاصل ضرب مثبت خب بچه حالا تکلیف یک توی x مساوی منفی یک و x مساوی دو چیه؟ که x مساوی منفی یک ایگره یکمون صفر و صفر ضبط در یه عددی شده میگیم که اون عدد هم منفی یک دوم منهای دوه که منفی پنج دومه میگیم صفر ضبط در هر عددی بشه حاصل ضرب صفر این قاعده در x مساوی دو هم برقراره چون به ازای x مساوی دو y دو صفر میشه و وقتی که y دو صفره y هم صفر میشه خب بچه وقتی که تو x مساویه منفی یک دوم و x مساوی دو y صفر شده میتونیم بگیم که x من مساوی منفی دو منفی یک دوم و x مساوی دو ریشه های y هستن خب من آنها میخوام y رو به یه صورت دیگه هم بنویسم در واقع اینه که تک تک عوامل رو سب در هم دیگه بکنم تک تک عوامل y یک و y دو رو ببینم حالت گسترده y چه شکلی میشه خب y میشه دو x زب در x که برابر 2x2 2x منهای 2x در منفی 2 که میشه منفی 4x یک زب در x که میشه x و یک زب در منفی دو. خب اگه این یه ذره ساده ترش بکنم میشه دو x منهای سه x منهای دو. خب بچه اتفاقی که افتاده برای این سه جمله درجه دوم میگم درجه دوم چون بزرگترین توان x برای سه جمله درجه دوم بین ریشه هاش علامت منفی شده و و خارج از دو ریشه علامت مثبت شده حالا این سوال پیش بیاد میتونیم بگیم در خارج از دو که این نقاطن ایکس های کوچکتر از منفی یک و ایکس های بزرگتر از دو در این دو نقطه علامت ایگرگ موافق علامت ضریب ایکس دو و به x های بین دو ریشه که اینجا x های بین منفی یک دوم و دو میشه علامت y مخالفه علامت ضریب x آیا ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ چرا من اینجا این حرف رو زدم؟ چون اینجا ضریب x دو که دو مثبته و دیدم خارج از این دو ریشم علامت مثبت شده و بین دو ریشه منفی شده حالا برام این سوال پیش اومده که آیا من میتونم این حرف ها رو بزنم یا نه برای جواب دادن به این سوال توی ویدئوی بعدی همراه من باشید توی ویدئوی بعدی ما با پس تعیین علامت چند های درجه دو رو شروع میکنیم مرسی که توی این جلسه با من بودید فعلا خدافز